سو خوش اومد میگم برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز به خانه بابا، پدر آسمونی ما. ما 2015 زمانی که شروع کردیم یک تمایی داشتیم، یک موضوعی داشتیم و موضوع این بود که به شناخت خدا برسیم. درسته؟ یادتون هست؟ الان 360 روز گذشته. الان نمیدونم به چه تجربه‌ای داشتیم با خداوند. میتونیم این نورم دو وسط یکم روشن‌تر کنیم که صورت‌ها رو بهتر بتونم ببینم. آها، بهتر شد. هر دفعه که میام بالا خواهش میکنم روشن کنین. اگر نه فقط سایه هایی میبینم. الان نمیدونم چقدر مخصوصا اعضای کلیسا، کسانی که با عیسی آشنایی دارن، چقدر واقعا این موضوع برای شما مهم بود. و مطمئن هستم امسال سالی هم بود که سختی هایی کشیدین، درد هایی کشیدین، شاید وارد سایه موت هم شدین و اونجا تسلی های خدا رو چشیدین. و هر موقعی که ما توی کلیسا جمع میشیم، هر موقعی که مخصوصا هم که همینطور توی خونه خودت هم کلام خدا رو میخونی و با دقت میخونی، هر کلام میتونه یک مکاشفه در زندگی تو باشه و این مکاشفه باعث میشه که زندگی تو، یا بیشتر میتونی بگم این مکاشفه باعث میشه که با خدا آشنا بشی و با آشنا شدن خدا، ذات و ماهیت خدا، زندگی تو هم تبدیل بشه. خدا رو شکر که خدا، میخوام دوباره یادآوری کنم، خدا مذهب برای ما نآورده، بلکه حیات آورده. و این حیات مثل یک حیاتی که در این دنیا هم هست، هر چیزی که کاشته میشه احتیاج به رشد داره. عیسی مسیح خودش توی کلام یک مثالی گذاشته، گفته که همینطور یک دانه‌ای که میکاری خودش زحمت نمیشه، کاری نمیکنه، بلکه زمانی که این دانه میفته و میمیره اتوماتیک دیگه ثمره میاره، میوه میاره. ما کاری نمیتونیم بکنیم زمانی که یه چیز رو کاشتیم که بتونه بهتر، یعنی بتونه رشد کنه. ما فقط میتونیم مواظبش باشیم، ما میتونیم به اندازه کافی نور بهشون برسونیم و همینطور هم آبیاری کنیم که بتونن رشد کنه. فقط خود دانه این حیات یا این قانون درونش هست که خودش رشد کنه و ثمره بیاره. و اینطوری خدا مقایسه میکنه. زندگی ما در ایمان اینطوریه. من کاری نمیتونم بکنم که با قدرت خودم بتونم شبیه خدا بشم. این ذات، این ماهی در من گذشته شده به وسیله روح القدس خدا و در شما، که اینو فقط ما مواظب هستیم پرورش میدیم که بعد از یه مدت یواش یواش خودش رشد میکنه. این میشه در فیض خدا زندگی کردن. من آزاد میشم از هر نوع شریعت، از هر نوع توکل کردن به قدرت خودم، بلکه نگاه میکنم به کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرده و اون روحی که روح القدسی که در من دمیده شده، یعنی در من کار میکنه و این است که هدایت میکنه. و هر موقع که ما کلام خدا رو میشنویم، برای ما مکاشفه های خدا، مکاشفه یعنی یه چیزی فقط یک سری برای تو باز نمیشه، بلکه خود خدا در کلام خودش رو معرفی میکنه. آمین. اگه با باور داریم که عیسی مسیح کلام خداست، پس هر کلامی که برای ما مکاشفه میشه، باز میشه، با خود عیسی مسیح، با خود خدا آشنا میشیم و با این آشنایی با خدا زندگی ما رو تبدیل میشه. و در دوم قرنتیان باب 3 اونجا نوشته و ما با چهره باز به جلال او نگاه میکنیم و از جلال به جلال متبدل میشیم. رشد کردن ما با ایمان شروع میشه و نگاه کردن به کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرده. اونجا جلال عیسی مسیح، جلال خدا دیده میشه. اینجا فقط نمیبینیم یک مردی هست که وای مرده 2000 سال پیش درد کشیده، بلکه اونجا جلال خدا رو میبینیم. و اونجاست که کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرده و عمقش محبت رو نگاه میکنیم، این هست که ما رو تبدیل میکنه.
و این یک پروسسی هست، یک زمانی هست که ما درونش زندگی میکنیم و راه میریم. پس هر کلامی که گفته میشه، موعظه میشه، ما رو به شناخت خدا هدایت میکنه. این شناخت خدا باعث میشه که تبدیل بشیم. هر موعظه هایی که میشه، کلامی اینجا گفته میشه که با حقیقت جور نیست. این مونیتورم خاموش کنین که سوت نزنه. پس یه تصویر اشتباهی از خدا به دست میاریم. این تصویر اشتباه باعث میشه که حرکت اشتباهی بکنم. حرکتی اشتباهی میکنم، تصمیمای اشتباهی در برای زندگی خودم میگیرم و اون موقع از راه خداوند بیرون میام و هیچ موقع به شباهت خدا نمیرسم. مثال میگم که درست متوجه میشیم. بعضی وقت هست که ما میگیم که خدا محبته، حقیقت درسته، فقط خدا فقط و فقط محبت نیست. یه کسی که فقط میگه که خدا محبته، این تصویر رو داره، پس هر کاری که دوست دارم میتونم انجام بده، آخ خدا منو دوست داره. در این حال میمونیم، حتی از گناه نمیترسیم، چون ما میدونیم خدا محبته دیگه. خدا اصلا دوست نداره ما رو مثلا داوری کنه. فقط این یه قسمت حقیقت، خدا محبته. فقط ما خودمون میدونیم که کلام خدا در یوحنا باب 3 آیه 16 میگه که خدا انقدر انسان رو دوست داشت، یگانه فرزندش، یگانه پسرش رو ببخشید، یگانه پسرش رو داد که به وسیله ایمان به او ما نجات پیدا بکنیم. خدا پسر خودش رو نفرستاد که ما رو داوری کنه، بلکه ما حیات جاودانی رو به دست بیاریم. چون خدا عیسی مسیح رو داوری کرد به جای ما، این محبت خداست. پس الان نمیتونم فقط محبت خدا رو بردارم و خدا محبت هست و الان هر کاری دوست دارم میتونم انجام بدم. شخصیت، رفتار من، اخلاق من باشه اوکی، خدا محبته. پس میبینیم که این باعث میشه که تصویری اشتباهی از خدا داری، این باعث میشه حرکت اشتباهی میکنی، تصمیمای اشتباهی میگیری و از راه خداوند محروم میشی. همینطورم که تصویری خواهد داری که خدا خدایی هست، خدای خشن است، خدایی هست که داوری میکنه، خدا دنبال زندگی توست که نگاه میکنه و دنبال ما با یک ذره‌بین زندگی تو رو نگاه میکنه و دنبال گناهای توست. الان تصور کنیم، من فکر میکنم همه ما این چیز رو داشتیم، این تصویر رو از خدا داشتیم. زمانی که بچه بودم همینطور پدر مادر من، بیشتر مادر من همینطور اشاره میکرد، خدا نگاه میکنه ها، خدا نگاه میکنه ها. الان هر حرکتی میخواستم اجا، مخصوصا که یک قسمتی وارد گناه میشدم، کارهای اشتباه میکنم، احساس میکردم الان یه خدا الان میگه نگاه میکنه، میگه آها الان تو رو گیر آوردم، الان تو رو مثلا میزنم. پس تصویر اشتباهی از خدا داریم، دوباره باعث میشه که زندگی ما در شادی نخواهیم گذاشت و این حیاتی که خداوند برای ما آورده نمیتونم دریافت کنم، چون تصویر اشتباهی از خدا دارم. و همینطورم زمانی که احساس کنم، و مخصوصا اکثریت ما اینطوری هستیم چون ما برحال ایمان داریم خدا هست، و زمانی که وارد میشیم به مذهب و فکر میکنیم خدا خدای مذهب هست، خداست که فقط از ما طلبکاره، خدا میگه که الان شریعت رو باید نگه دارین، تمام کارهایی که به من برای شما، قانونهایی که برای شما آوردم، باید همه چی رو رعایت کنین، درست زندگی کنین. و زمانی که این تصویر رو از خدا دارم، پس اون موقع سعی میکنم به هر حال طبق شریعت خدا رفتار کنم، فقط دائما چون میدونم نمیتونم انجام بدم، دائما خودم رو داوری میکنم، دائما یک ذره بین رو ور میدارم روی زندگی خودم و مشکلات خودم، گناهای منو میبینم، اشتباهات منو میبینم، دائما خودم رو محکوم میکنم. خیلی ها هستن الان، مخصوصا میتونم بگم ما مسیحی‌ها، چون ما در هنوز با فیض خدا اینطوری آشنای نیستیم، دائما در حال داوری خودمون هستیم. یه ذره بینی برمیداریم از صبح تا شب خودمون رو محکوم میکنیم. نمیدونم این تجربه رو داشتین یا نه، من داشتم، من خیلی زیادم، یا خودم رو مقایسه میکردم، یه کلامی دیدم که نه، این چیزی که نوشته چیزی نیست که من زندگی میکنم، دائما فقط خودم رو محکوم میکنم، در محکومیت زندگی میکردم، چون با فیض خدا آشنا نشده بودم.
پس تصویر اشتباه باعث میشه که زندگی تو توی تلخی، تو ناراحتی، تو محکومیت بیاریم و اون موقع دیگه نه جلالی نشون میدیم، نه شناختی از خدا میتونیم داشته باشیم. و شاید بتونم بگم که خیلی زندگی مسیحی‌ها رو اینطوری بگم، تو پارانتز ما میکنیم، میاییم میریم وظیفه خودمون رو انجام میدیم، فقط هیچ شناختی از خدا به دست نمیاریم. و امسال 2015 ما این فکر رو کردیم، یعنی نه این فکر رو، بلکه اینطوری من بگم یه پیامی از خداوند گرفتیم که خداوند میگه که شروع کنین، نه دنبال چیزای دیگه باشین، که الان هر چقدر روحانی هم هست، در زمان آخری که زندگی میکنیم خدا میخواد کلیسا که عروس خداست بتونیم با خود عیسی مسیح، خود خدا آشنا بشیم. این هفته گذشته هم بود که همینطور در فکر میکردم برای سال 2016 بابک داوود اینجا هنوز یکم سود یکم بمه یا اوکی گود اگه خاموش کنی یا همینطور که فکر میکردم برای سال 2016 و احساس کردم که خدا میگه ادامه بدین، زمان آمدن من نزدیک شده است. هفته گذشته یک مهمونی هم داشتیم اینجا، یه خواهری است که تازه هم آشنا شده، او هم هیچ اطلاعی از ما نداشت و آمد. به هر حال کسانی که اینجا بودن هفته گذشته دایما دومین سومین کلام این بود که عیسی به زودی میاد. بعضی وقت هست که یک مشکلی که میتونیم داشته باشیم اینه که اونقدر دیگه شنیدیم که خسته شدیم دیگه بگیم بابا کافیه دیگه، میدونیم دیگه عیسی مسیح میاد. فقط زمانی که کسانی که هستن که میشنون و واقعا مثل این که یک شیپوری هست، شیپوری که در تمام کره زمین همینطور میزنه و این شیپور نشانه اینه که پادشاه میاد، داماد میاد، یا کسانی که واقعا در این حال شناخت خدا هستن صدا رو میشنون و خودشون آماده میکنن. و در کتاب دانیل هم نوشته که در زمان آخری که ما زندگی میکنیم خیلی کارهای خیلی اتفاقات وحشتناکی در این دنیا خواهد افتاد و ما اینو میبینیم، نه فقط دهش از اصلا کلن خیلی چیزهایی هست که توی دنیا اتفاق میتونه، جنگهایی هستن و همینطور هم محبت دنیا سرد شده و دنیاست که شروع میکنه روی انسان حکومت بکنه، یا تمام کشورهایی هستن الان هر جایی که ما میخورید میبینی دوربین هایی هستن دیگه، آزادانه نمیتونی زندگی کنین، اسم تو یک شماره گرفته در این دنیا 666 و ملکوت شیطان الان سعی میکنه اینجا توی دنیا ملکوت خودش رو بیشتر و بیشتر چی میگن محکم کنه. یا در زمان سختی هست که ما زندگی میکنیم و کلام خدا میگه آنهایی که خدای خودش رو میشناسن قوی خواهند شد و مقاومت خواهند کرد. کسانی که خدای خودش رو میشناسن، و به این خاطر عزیزان من میخوام دوباره اینو اشاره کنم که بیدار بشیم از این حالی که ما افتادیم و وارد 2016 که میخوام بشیم. و امروز هم دعای ما اینطوری هم باشه که خداوند واقعا احتیاج به کمک تو دارم که چشمای قلب رو باز کنی که واقعا با آگاهی با بیداری زندگی کنم، که زمانی که تو میایی داماد میاد یه عروسی نادانی نباشم که در حال خوابیدن باشم. الان اتفاقاتی که الان میفته، الان نگاه میکنم اینطور این تمام فلوشلینک های تمام افرادی که خدا هدایت میکنه از سوریه، از ایران، از افغانستان، از اون کشورهای اسلامی، خدا همه رو میاره و همه رو میخواد با همه ملاقات داشته باشه و نجات بده. فکر نکنین که الان با قدرت خودتون الان اینجا آمدین فقط زندگی خودتون رو داشته باشین، خدا برنامه بزرگی داره اینجا، پشت همه چیز حکمت خداست عزیزان، مهمونای عزیز، حکمت خداست، چون خدا تو رو دوست داره و خدا میخواد تو رو نجات بده، آزاد کنه و برای ابدیت آماده کنه. به این خاطر خیلی مهمه که
اینو تو فکرمون داشته باشیم. برای خودم همینطور هست که میگم خداوند واقعا میتونم بگم امسال 2015 نمیخوام بگم الان 360 روز مکاشفه هایی بود، فقط 2015 برای من زمانهایی خدا آماده کرده، مکانهایی خدا آماده کرده بود که منو هدایت کرد بدون اینکه مثلا اطلاع داشته باشم وارد کرد و اونجا خودش رو، جلال خودش رو مکاشفه کرد، یعنی باز کرد. من خودم متوجه شدم تو این 2015 چقدر ایمان من، چقدر اعتماد من به عیسی مسیح زیادتر شده، چقدر او رو درک میکنم بیشتر در زندگی روزمره من. من میبینم که چقدر شادی من زیادتر شده. این همه چی از شناخت خداست عزیزم. بهترین زیباترین چیز برای من نه موعظه کردنه، معرفی کردن خدا با انسانه، به انسانه زیباترین چیزی است. من این دعا رو میکنم برای خودم، میگم خدا من انقدر میخوام تو رو با تو آشنا بشم که بتونم یه تصویری درست از تو به بشریت نشون بدم، که واقعا این افرادی که اینجا هستن بیشتر شناختی کامل از تو داشته باشن، هدایت کنم که بتونیم خدای خودمون رو بهتر بشناسیم. هر چقدر بهتر بشناسیم، به شما قول میدم شادی شما، آرامش شما در همه قسمت ها شما برنده خواهی شد. آمین. برای این ما اینجا هم نشستیم و امیدوار هستم این کلام برای شما باعث نه فقط برکت باشه، بلکه زندگی شما رو همینطور، یعنی این تشنگی در شما به وجود بیاره که بتونین این راه رو برین. این آخرین سرودی که خوندیم چی بود؟ تشنه هم، تشنه هم، تشنه دیدن تو هستم، تشنه این هستم که با تو آشنا بشم، تو تشنه این هستم که با ذات تو، با ماهیت تو نه فقط آشنا بشم، که در من بیشتر قرار بگیری. عزیزان لذت بسیار زیادی است. آمین. هستین اینجا؟ هللویا. کسانی هستن که 2015 میتونن بگن که از زمانی که در این قسمت شناخت خدا ما موعظه میکردیم، نسرین خیلی قسمت هایی هست که اشاره کرده، واقعا مسی خیلی زیادی روی نسرین بود و هست، که خیلی چیزایی هست که به هر حال دریافت کرده، مثل غذاهای آسمونی هست که به شما منتقل کرده. یا و کسانی اینجا هستن که میتونن بگن 2015 واقعا بیشتر با به شناخت خدا رسیدم. کسانی هستن؟ خدا رو شکر، تبریک میگم به شما. دست بزنید برای خودتون، تبریک. حتی میدونید، حتی هم زمانی که ما خرابکاری میکنیم، حتی که شکست میخوریم، حتی که واقعا ناامید میشیم، بگیم خداوند واقعا خرابکاری کردم، یا اون موقع هست که حتی در این وقتایی هست که خدا میخواد میاد و ما رو شرمنده میکنه، دستشو میده و تو رو بلند میکنه. اونجا با وفاداری خدا آشنا میشیم، اونجا که امیدت از تو دیگه قطع شده، بگی اصلا ناامید شدم، چرا زندگی میکنم؟ باشه که عیسی مسیح آمده، عیسی مسیح زندگی منو، الان گناهای ما رو بخشیده، الان ناامیدی و شکست خوردیم، خرابکاری کرده. ما شبا با نسرین که خدمت میکنیم میبینیم مشکلهای شما چقدر زیاد بود، میبینیم که چقدر در نه فقط سردرگمی، بلکه در بعضی وقت در یک محیطی قرار میگرفتین که از خودتون ناامید میشدین، اصلا گفتی که به درد نمیخورم. و اینم عزیزان روح القدسه که ما رو هدایت میکنه، روح القدس نشون میده که ببین تو هیچ چیزی نداری، همه چیز من باید باشم. و اونجا زمانی که دعا میکردیم، زمانی که نگاه میگیم که به خودت نگاه نکن، به مسیح، به این صلیب نگاه کن، نگاه کن او برای تو چی شده، یهو امید میاد، یهو خدا تو رو بلند میکنه، یه قسمتی دوباره بیشتر با مسیح، با خدا، با ماهیت خدا و با همینطور با ذات خدا آشنا میشیم و همینطور هم عوض میشیم. به این خاطر دستتون بلند کردین، نه فقط اینطوری ما از برکت به برکت، بلکه در زمانی که حتی هیچ امیدی برای زندگی تو نداری، مخصوصا در این زمان خدا میگه که
حتی تو این تاریکی من با تو بودم، حتی تو این تاریکی تو رو هدایت کردم، حتی تو این تاریکی دست خودم رو به تو نشون دادم. این خدای ماست. بیا و میخواییم، من میخوام به هر حال زندگی، هدف اول من اینه با او آشنا بشم. عیسی مسیح و این کلام خدا میگه که هیچ کسی خدا رو ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر او آمد که خدای واحد، خدای خالق ما رو به ما معرفی کنه. و ماهیت خدا، ما میگیم که خدا محبت، فقط خدا قدوسم هست. آمین. خدا قدوسه. اگه میخوای با محبت خدا آشنا بشی، اگه میخوای با محبت خدا رو دریافت کنی، باید آشنا بشیم به قدوسیت خدا. محبت خدا بدون قدوسیت خدا ناکامل. اینطوری فقط یه قسمتشو دیدی، قدوسیت رو درک نکردی. یا فقط محبت با قدوسیت با هم باید دریافت کنی، چون این محبتی که خدا داره محبت احساسی نیست که خداوند داره. یا ما اوایل سال که در مورد شناخت خدا صحبت کردیم، دیدیم که چطور یوحنا شاگرد عیسی مسیح که نزدیکترین مشارکتی، ملاقاتی با خدای، با عیسی مسیح داشت، یا صورت خودش دائما در سینه عیسی مسیح بود. یهو زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخاسته بود و خودش توی جزیره پتموس بود، زمانی که در حال دعا بود و اونجا عیسی مسیح ظاهر شد و صدا رو شنید، برگشت، عیسی مسیح رو دید، گفته مثل مرده افتاد روی زمین. همون عیسی مسیح بود که دید با جلالش، با شکوهش، با قدوسیتش. یا اونجا خداست که عیسی مسیح او رو بلند کن. این عیسی مسیح رو باید آشنا بشیم. خدایی که مقدس، پاک و هیچ گونه ناعدالتی نمیتونه تحمل کنه. و خدای ما خدای عادلی هست. خدای ما خدای پوری فیض هست. خدای ما، دو هفته سه هفته پیش در موردش صحبت کردیم، خدای چیه؟ عهد. خدا با ما عهد بسته. عزیزان چقدر شیرینه. ما بعضی وقت از زمانی که من این موعظه رو شروع کردم به انجام دادم، چقدر با خدا آشنا شدم، چقدر زیادتر، چقدر خدای ایمانوئل نزدیکتر از نفس من میشه. خدا میگه که آلبرت، من میخوام با تو، من خدا هستم، میخوام با تو عهد ببندم. هیچ موقع این فکر رو نداشتیم که خدا با من، آدم گناهکار، میتونه یه عهدی ببنده. این خداست، این عیسی مسیحه که آمد که چقدر آرزو دارم این شراب رو با شما بخورم و این شراب که خون منه و همینطورم این نان رو با شما قسمت کنم، این بدن منه که برای شما داده شده، این خون منه که برای شما ریخته شده، این عهدی هست میخوام با تو ببندم. اگه فقط عنوان یک عهدی نگاه میکنیم، اوکی خدا من عهد میبنده، فقط این عهد رو نگاه کنین، با خدا آشنا نمیشین. فقط پشت این عهد رو، خدا رو ببینین با چه قلبی او این کار رو کرده، با خون خودش رو ریخته که به من عهد رو ببنده. اینطوری فقط نامده فقط دستشو بده، بلکه خون ریخته شده که با من عهدی ببنده. و این خون ریختش میشه، پس میبینم با چه عشقی خدا منو دوست داره. نه اومده فقط بگه من میخوام تو رو شریک کنم، جون منو دادم که تو رو شریک زندگی من بکنم. آمین. پشت عهد خدا رو ببینین، با چه قلبی خدا این کار رو کرده. آمین. و خدای ما چون خدای عهدی هست، خدای وفاداری هست که پشت تمام وعده هایی که داده خداوند خودش میسته. حتی میگه که اگر ما بی وفا باشیم، او وفاداره، چون خودش رو نمیتونه انکار کنه. خدا نمیتونه بی وفا باشه. این توی شخصیت خودش نیست، این که ماهیت خودش نیست، این که ذات خودش نیست. گوش میکنین؟ میگه که خدا نمیتونه خودش رو انکار کنه. منظور اینه که وفاداری توی محبت خداست. یعنی خدا زمانی که به تو یک وعده میده، تا
تو میتونی زندگی خودت روی این وعده بذاری، خدا انجام خواهد داد. من خدای وفاداری هستم. اندیشه نکنی فردا چی بخورین، چی بپوشیم. پدر آسمونی شما میدونه چه چیزی احتیاج دارین. اگر شما که پدر هستین به بچه‌ت که میاد پیشتون و نون میخواد سنگ بهشون میدی؟ نه. هر چقدر شما اینطوری هستین، خدای پدر آسمونی هر چیزی که الان میایین و اونجا شروع میکنین به دعا کردن و همینطورم وعده هایی که داده به شما، چیزهایی که احتیاج داری، جان تو احتیاج داره، بدن تو احتیاج داره، به تو خواهد داد. روی این وعده میتونی زندگی خودتو سرمایه گذاری کنی. خدای ما خدای همینطور وفادار و زیباترینش برای من اینه که تو فکر من نمیگن کنجه این خدای ما خدای فروتن. هرچقدر خداست، خدای ما خدای فروتنه. خدایی که آمد خودش رو ریخت پایین آورد. اینو میخونیم در فیلیپیان باب 2:5. اینجا میگه که پس پولس میگه، پولس رسول مینویسه، پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. به ما میگه چون ما شبیه خدا خلق شدیم، پس همین فکری را شما باش، فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. این فکر در مسیح عیسی بود، او که هم ذات با خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده و ذات غلام را پذیرفت و در شباهت آدمیان در آمد و چون در شکل انسان یافته شد، خیشتن رو فروتن یا خار ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. هرچقدر خدا بود، نه آمد توی دنیا، توی بتلهم، یک شهری کوچیک، توی یک طویله، نه توی قصری پادشاه، توی طویله. او خدا به دنیا آمد. نه آمد عنوان پادشاه، نه آمد که بگه که ببین من خدا هستم. اون خدا آمد انسان شد. تمام شکوه جلالش گذاشت کنار. این بدنهایی که خدا ما رو خلق کرده، این انسانیتی که علیه خدا شورش کرد و تو گناه افتاد، آمد او رو پوشید. و کلام خدا میگه که با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرد و ذات غلام را پذیرفت. و در شباهت آدمیا در آمد و چون در شکل انسان یافته شد، خیشتن را فروتن ساخت یا خار ساخت، یعنی خودشو ریخت و تا به موت. و ما میدونیم و نگاه میکنیم به صلیب عیسی مسیح، یک مرگی رو میبینیم، یک کسی هست که آمد مرد. فقط اونجا با ذات ماهیت خدا آشنا میشیم. چه خدایی هست عزیزان. ما بعضی وقت در مورد مرگ عیسی مسیح صحبت میکنیم، فقط دیگه اونقدر دیگه عادت شده برای ما مرگش،
عیسی مسیح مرده برای گناه ما، مثل این که وظیفه خودش بود دیگه، بیاد بمیره دیگه. خدا انقدر ما رو دوست داشت آمد این کار رو کرد. من میخوام، اگه میخوام با عیسی مسیح آشنا بشیم عزیزان، اگه میخوام با خدا آشنا بشیم، خدا عظمت خودش و جلال خودش رو گذاشت کنار، آمد مثل ما غلام و حتی کوچیکتر حتی از ما شد، که پاهای ما رو شروع کرد به شستن. اگه میخوایم با اون خدا آشنا بشیم، به چیزای بزرگ نگاه نکنیم. الان چطور میتونم با خدا آشنا بشم؟ آشنایی از خدا با خدا عزیزان رفتن پایینه. در اون جایی که او خودشو خار شمرد، به اونجا باید برسیم. و اونجاست که با محبت عظیم او آشنا میشیم. اونجاست که توی جلجتاست عزیزان، اینم برای خودم هم میگم، از عیسی مسیح این عظمت گناه بودن انسان رو نشون داد روی صلیب. اگه میخوای واقعا میخوای متوجه بشیم گناه یعنی چی، گوش میکنین. این نیست که این کار رو نکنم، این کار رو نکنم، این چیز رو بکنم. اگه میخواییم واقعا با اون گناه کار بودن انسان آشنا بشیم، نگاه کنیم به صلیب، چه درد و رنج او کشید، چه چیزی با عیسی مسیح شد، چه اتفاقی روی صلیب اونجا افتاد، اون موقع میبینیم که عظمت گناه کار بودن ما چیه. زمانی که با اون صلیب عیسی مسیح آشنا میشیم، اونجاست که برای هر گناهی که بکنیم شرمنده میشیم. گوش میکنین، از گناه رد نمیشیم همینطور خیلی نرمال. اگه میخوایم واقعا باور کنیم که گناه‌های من بخشیده شده هست، گناهکار بودن من بخشیده شده هست، باید نگاه کنیم که چه بهایی عیسی مسیح پرداخت کرد، چه درد و رنجی توی روی صلیب افتاد که از این گناهکار بودن من بخشش رو به دست بیارم. و خدا میگه که دیگه گناه‌های تو رو دیگه هیچ موقع به یاد نخواهم آورد، چون اونجا روی صلیب عیسی مسیح با مرگش همه چی رو، روی همه چیز خط کشید. لیکن از شما که در عیسی مسیح هستید، که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. یه ترجمه دیگه نوشته و برای من خیلی بهتره، اینجا میگه که خدا شما رو با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکو مطلق، نیکی مطلق و پاکی و آزادی گردانیده است. اینجا برای من این قسمت واقعا عالیه، که میگه که خدا شما رو با مسیح عیسی متحد ساخت. متحد ساخت یعنی چی؟ یکی ساخت. گوش میکنین، خدا ما رو با خدا، با عیسی مسیح متحد ساخت. به وسیله متحد ساختنه که ما آمرزش گناه رو به دست میاریم، عادل شمرده میشیم و همینطورم
همینطور که نوشته پاکی و آزادی به دست خواهیم آورد. متحد شدن یعنی با خدا، با عیسی مسیح یک شدن. و اینجا مشکل ما از اینجا شروع میشه. زمانی که ما با عیسی مسیح میخوایم یک بشیم، سعی میکنیم در زندگی روزمره ما، بر حال ملاقاتهایی که با خدا داریم خیلی عالیه، کلام رو میخونیم خیلی عالیه. فقط پیام من برای 2016 عزیزان اینه، گوش میکنین، اگه با مرگ او متحد نشین نمیتونین به شناخت خدا برسین. با مرگ او باید متحد بشیم. مهم نیست که تو کی هستی، چه داستانهایی داری، چه از چه تاریخی، از چه زندگی آمدی. خدا تو رو دعوت میکنه، عیسی مسیح تو رو دعوت میکنه متحد در مرگ او باشی، و تو اونجاست که جلال و شکوه و عظمت خدا رو خواهی دید. پولس خودش این دعا رو، نه دعا نیست بلکه این تجربه رو کرده بود. برای ما باور میکنیم که به پولس که واقعا مرد خدا بود و عیسی مسیح رو دائما پیروی میکرد، کلیساهایی ساخته بود، بیشتر اکثریت رساله هایی که نوشته شده خودش نوشته، تجربه های زیادی داشت، به خاطر نام مسیح حتی سنگسار شد، کتک ها رو خورد، خیانت شد به او، همه چیز رو تقریبا گذروند. و بعد از این میبینیم که در فیلیپیان باب 3 آیه 7 تا 8 و خودش هم به هر حال یک مرد خدا بود، قبل از این فریسی بود، میتونست خیلی فخر کنه روی زندگی خودش. من میخوام الان متوجه بشین که زمانی که در مورد متحد شدم و مرگ عیسی مسیح صحبت کردم، بدونی معنیش چیه. معنی شناخت مسیح روی صلیب چیه. خود پولس میتونست فخر کنه روی زندگی خودش. یه کاهنی بود، فریسی بود، زندگیش واقعا کامل بود، پرونده های زیادی داشت، مدال های زیادی داشت، میتونست روی خودش فخر کنه، از طریق انسانی میتونست فخر کنه. گوش میکنین، میتونه بگه ببین من این هستم، من الان میتونم بگم ببین عزیزان من کی هستم، من آلبرت بابایان آلبرت هستم، بعد از این شروع کنم ببین من چی آوردم، چه پرونده هایی دارم، مهندس هستم، این هستم، و همینطورم از زندگی خودم تعریف کنم که به هر حال پوز بدم، ببین این چیزایی به دست آوردم، تو کی هستی. یا و اینجا پولس تقریبا همینطوری میگه که من میتونم روی خودم فخر کنم، میتونم بگم که ببین چه چیزهایی من به دست آوردم، من کی هستم، عنوان از طریق انسانی من کی هستم. و اینجا در فیلیپیان باب 3 آیه 7 تا 8 اینجا میگه که، و قسمت هایی هست که میخونم، اینجا میگه که پولس میگه که اما آنچه مرا سود میبود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. هر چیزی که برای ما سوده، هر چیزایی که منظور اینه که روی تو خودت میتونی، زندگی خودت، حتی استعدادهای خودت میتونی فخر کنی، چیزایی که در زندگی خودمون میتونیم میخوایم نگه داشته باشیم، میگیم که این چیزا رو نمیخوام از دست بدم، دوست دارم داشته باشم، چیزای دنیای، چیزای نفسانی دوست دارم نگه داشته باشم. ما خیلی چیزایی هست، تقریبا حتی میتونیم روحانی بکنیم، حتی من میتونم شبانی منو نگه دارم، بگم این شبانی رو میخوام داشته باشم، این شبان شدن من میتونه یک بوتی برای من باشه که جلوی مسیر رو گرفته. گوش میکنین، ما خیلی چیزا میتونیم روحانی تر کنیم،
هر چیزی که الان برای من سوده یا هر چیزی که من میتونم روی خودم آلبرت، شخص آلبرت فخر کنم، اینجا پولس میگه که سود بود، آن را به خاطر مسیح، نه به خاطر یک شخصی، نه به خاطر یک زنی، بلکه به خاطر مسیح زیان دانستم. بلکه همه چیز رو نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را زیان کرده ام و فضل شمرده ام تا مسیح را دریابم. فضل شمردم تا مسیح رو دریابم. گوش کردین؟ یک مردی می نویسه که الان نمیدونم چقدر کلیساهایی ساخته شده به وسیله او، بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم. یعنی میگه زمانی که خدا رو نگاه می کنه و می خواهیم با او آشنا بشیم، عزیزان ایماندارا، الان بیشتر برای ایماندارا صحبت می کنم، کلیسای آلفا اومگا یا ایماندارایی که اینجا هستین از کلیسای دیگه یا کسانی که تو یوتیوب نگاه می کنن، اگه چیزی جلوی تو، جلوی معرفت خدا و تو یه چیزی باشه که انسانی نفسانیه، نمیتونی اینطوری به شناخت خداوند برسی. میگه که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضلش مردم تا مسیح را دریابم. سوال من اینه که هنوز دریافت نکرده بود عیسی رو؟ کرده بود یا نه؟ کرده بود یا نه؟ مسیحی بود؟ تولد تازه رو داشت؟ پس چی میگه که در مسیح رو دریابم و در وی یافت شوم و نه عدالت خود را که شریعت هست، با عدالت خود که شریعت هست، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان هست. برای نسی جا می تونی تو بخونی؟ اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود عیسی مسیح زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است، تا او را، قوت قیامت وی را و شراکت در رنج‌های وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم. نه این که تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. آمین. مرسی. و همه چی رو خار شمرده، زیان شمرده و میگه که و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج‌های وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم. این هدف پولس بود. من فکر می‌کنم یه چیزی هست، تجربه‌ای هست که خود پولس درونش زندگی می‌کرد. مثل اینکه یک نور، یه درخششی، یک جلالی دیده هم دیده بود که ولش نمی کرد دیگه. گفته دیگه یه چیزی من متوجه شدم، یه چیزی رو دیدم که غیر از تصور و فکرهای منه. به این خاطر که میخوام که او رو بشناسم، با قیامت او شریک بشم، با خود خدا شریک بشم و همینطورم اینجا میگه که با موت او مشابه گردم، که
این جلال رو و این شناختی که در خداست به دست بیارم. یه چیزی دیده بود، یه چیزی درونش کار کرده بود که واقعا ولش نمی کرد. گفته که همه چی رو دیگه آشغال می دونم. هر چیزی که من به دست آوردم همه چی رو آشغال می دونم. یه چیز رو دیدم که غیر از تصور است، غیر از تمام، بگم که تمام گنج های این دنیا است، تمام زیبایی این دنیا است، غیر قابل مقایسه است با این جلالی، این شناختی که در عیسی مسیح هست. که بعد از این که میگه که میتونی دوباره به این قسمت آخر رو بخونین، از این مگر به هر وجهی به قیامت از مردگان برسم، آیه 12، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم، نه این که تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. این برای من انقدر زیباست که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. نه؟ همه چی رو خدا داد، خودش رو ریخت که منو به دست بیاره. همه چی رو ریخت عزیزان که تو رو به دست بیاره. و میگه که اینو میخوام داشته باشم، با موت او میخوام یک بشم. این چیزایی که او دریافت کرده، این گناه، این کفاره گناهی که خودش پرداخت کرده، این رنج و درد او کشیده، تو این درد و رنج عزیزان محبت خدا بود. میدونستین در همون لحظه که عیسی مسیح رو میخکوب کردن، اینطوری نبود که درد از خودش نداشت که وای آی درد میکنه. این دائما این دردها رو کشید، تو رو جلوی چشمش داشت، محبتی که نسبت به تو داره، این درد رو که کشید برای خودش نکشید، برای تو و من کشید. و زمانی که با او متحد میشم، اون موقع هست که درک میکنم چه محبتی بود که خدا روی صلیب برای تک تک ما داشت و برای من داشته. به این خاطر پولس میگه که همه چی رو گذاشتم کنار، من میخوام تا او رو بشناسم، قیامت، قوت قیامت وی. همین زمانی که من متحد شدم با عیسی مسیح، آلمانی میگن ایدنتیفیسیان، ایدنتیفیسیان یعنی با او یک کردن، یعنی مثال میگم یک هنرپیش، یه هنرپیشه که میخواد یه تئاتر یا فیلمی بازی کنه، باید بره توی رول، توی آلمانی میگن رول، رول فارسی میگن رول، میگن نقش این شخص وارد بشه و اینو زندگی کنه، خودش دیگه نیست. گوش کردین؟ باید این احساساتی که این شخص داره باید اینو بازی کنه. یه هنرپیشه‌های خوبی که هستن میبینین که واقعا وارد یک، اصلا کل مخصوصا تئاتر که بازی میکنن، یا وارد یه رولی میشه که خودش نیست. این درد یا این شادی اون شخصی است که بازی میکنه. الان با همون طور باید نگاه کنین، همون عیسی مسیح که روی صلیب اونجا چه کاری کرد. آمد، اول که گفتم که عیسی مسیح به دنیا آمد، انسان شد، آمد و تقریبا در قول رول نقش ما قرار گرفت. اون به این خاطر کلام خدا در عبرانیان میگه که چون ما رو در بر گرفته بود، تمام دردها، تمام نگرانی و هر چیزایی که ما داریم او میفهمه. به این خاطر میتونه برای ما شفاعت کنه. به این خاطر الان هر دردی که میشی میکشی، چون او انسان شده بود، میتونه تو رو بفهمه. گوش کردین؟ الان این تمام کارهایی که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده که تو رو نجات بده، الان نوبت ماست که ما هستیم که باید بریم اونجا در مسیح، اونجا قرار بگیریم، او رو بپوشیم. و اونجاست که با او متحد میشیم در همه قسمت‌ها و
مخصوصا در مرگ او، چون در مرگ او محبت خدا اونجا دیده شده. زمانی که عیسی مسیح معجزه های انجام میداد، اونجا کاری نمیتونیم بگیم، اونجا عظمت خدا رو میبینیم، عشق واقعی خدا، عشق عظیم خدا رو فقط روی صلیب میتونیم اونجا بشناسیم. به این خاطر پولس میگه که میخوام او رو بشناسم، قوت قیامت او، زمانی که با او مردم، زمانی که از خودم تمام خواستهای خودم، تمام خودخواهی‌های خودم، تمام جنگ‌هایی که در نفس من به وجود میاد، اینو خارش مردم، میگذارم و میکشم، اون موقع است که قیامت مسیح در من قرار میگیره. پولس دنبال این چیزایی بود. عزیزان، یه جنگ‌هایی هست در زندگی ما، جنگ‌های بیرون از ما نیست، جنگ‌های داخلی ماست. جنگ‌های اصلی ما در ما، در نفس ما انجام میشه و اونجاست که مشخص میشه چقدر تو میخوای متحد با عیسی مسیح بشی، چقدر میخوای واقعا با عیسی مسیح آشنا بشی، چقدر میخوای چیزایی که به دست آوردی، چیزایی که احساس میکنی تو رو خوشبخت میکنه، خوشحال میکنن، از دست بدی. این از دست دادن مرگ به خاطر مسیح. راهی دیگه عزیزان وجود نداره. به این خاطر شراکت در رنج‌های وی منظوری نیست که الان این هیچ شخصی، هیچ انسانی نمیتونه با این دردهایی که عیسی مسیح روی صلیب کشیده بتونه اونو تحمل کنه، چون تمام گناه‌های دنیا وارد این بدن شدن. رنج‌هایی که ما میکشیم رنج‌هایی هست که باید خودمون رو خالص کنیم، خودمون رو از تمام خودخواهی‌های خودمون، از تمام چیزایی که جلوی من و خدا گرفته رها کنیم، چیزایی که به دست آوردیم رها کنیم. برای ما مرگ، فقط از طریق نفس، فقط برای روح ما قیامت در مسیحه. و قیامت در مسیح یعنی شناخت خدا، قیامت در مسیح یعنی تبدیل شدن به شباهت خدا و با موت او مشابه گردم. و همینطور که خدا برای من همه کار رو کرد که منو به دست بیاره، منم میگم خداوند، من میخوام در همه چیزای تو شریک باشم، حتی شریک مصیبت‌های تو، دردهایی که به خاطر مسیح میکشی، ظلمی که به تو میشه، خطرهایی که میان و بدتر خواهند شد. عزیزان، هنوز ما در یک کشوری زندگی میکنیم آزاده. الان خیلی هستن که الان از ایران، از افغانستان، از عراق فرار کردن، آمدن به خاطر الان اکثریت منطور که مسیحی هستن، یا تو جفا هستیم و جفا بدتر خواهد شد به خاطر مسیح. خیلی هستن که انکار میکنن چون زندگی خودشون بیشتر دوست دارن. زمانهایی که تو مقدس نوشته که خواهد آمد که از اولش روی خلقت این دنیا وجود نداشت. الان خودمو رو آماده میکنه. فشارهایی که الان هستن قابل مقایسه نیست با این فشارهایی که خواهد آمد. اگر ما نتونیم الان این فشارها رو تحمل کنیم، این نفسمون بکشیم، اینطوری نفسمون، منظور من این تمام انسانیت کهنه ما بکشیم، این مرگ، یا اون موقع نه دیگه این کارو، این راه رو نرفتیم، شناخت خدا رو نداریم و زمانی که جفاها بیان، فشارها بیان، اون موقع است که خیلی راحت دیگه چی میکنیم؟ انکار میکنیم. به چه بهانه‌ای؟ خدا محبت دیگه، خدا دوست نداره من الان رنج بکشم، من دوست نداره که مثلا توی فشار بیفتم. بعد ما جلوی خدای قدوس ایستادیم، خدایی که خودشو بهار رو پرداخت کرد، همه چی رو بهار کرد، پرداخت کرد که تو رو بازخرید کنه. و من یک راهی میبینم برای خودم عزیزان و همینطورم برای کلیسای آلفا اومگا. ما خیلی وعده هایی به دست آوردیم که خداوند چطور کلیسای ما رو استفاده خواهد کرد، نه تو خودخواهی بشینیم اینجا، فقط اینجا دور خودمون بچرخیم، بلکه باعث برکتی در این برای این دنیا باشیم. بدون این مرگ، چشیدن این مرگ، متحد شدن، یعنی مثل کلیسای آلفا میگه باید متحد بشیم با مرگ او، یا
اون موقع است که جلال او رو شریک جلال او و همینطور شریک قیامت او خواهیم شد. اون موقع است که از این کلیسا آلفا و امگا واقعا درخشش خدا، شناخت خدا بیرون خواهد آمد. ما دنبال این نیستیم شاگردایی بسازیم که فقط همینطور بیان وظیفه خودمون رو انجام بدیم. عزیزان، شاگردایی که اینجا نشستین، که اسمتون شاگرد گذاشتین، وظیفه شما اینه که با اون خدایی که تو رو خودشو فدا کرده یا خاش مرده و هر چیزی که زیان نداشته با اون خدا آشنا بشین که معرفت خدا رو به این دنیا برسونین. گوش کردین؟ گوش نکردین؟ اگه گوش کردین بودین همه میگفتین آمین. الان دیره، الان توتیواری گفتین آمین. عزیزان، ما شاگردای یک کسی که اسمشو گذاشته شاگرد باید به معرفت خدا برسونه که این دنیا رو با خدا آشنا کنه. آمین. و برای این باید تجربه مرگ رو داشته باشین. آمین. و اینجاست که مطمئن باش دیگه حتی اسم خودت رو شاگرد نمیذاری، اسم خودت رو غلام مسیح میذاری. من پولس میگه غلام برده مسیح هستم، یعنی هیچی هم، همه چی اوست. این کلیسای اومگاست. آمین. دعا کنیم با هم. این پیام بیشتر برای کلیسا است، کلیسای خداوند. چه چیزی فهمیدی؟ چه چیزایی در زندگی تو هست که فخر میکنی؟ برای تو سوده. که در زندگی تو قایم کردی. هنوز چسبیدی به چیزای نفسانی. شاید چیزای مادی هست. شاید حقای توست. شاید مقامی که تو داری، شاید یه خدمت روحانی داری و روی این فخر میکنی. چه چیزایی هست که تو را از این شناخت معرفت مسیح دور نگه داشته؟ چه چیزایی هست که حتی تو گناه قرار گرفتی و حتی این گناه رو هم دوست داری؟ خدا با این مشکل نداره. خدا میگه که توبه کن، بازگشت کن. خون من قدرت داره که تو رو دوباره طاهر کنه. به چه چیزی فخر میکنی در زندگی خودت؟ شاید هم هیچ چیزی هم نداشته باشی، فقط میتونی همینطوری اونقدر مغرور باشی که این میتونه یک مانعی باشه. پولس در دعا میگه، صحبت میکنه، میگه که لیکن هاشا
از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند من عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شده و من برای دنیا. چه چیزی هست که تو زندگی خودت میخوایی به خاطر مسیح مصلوب کنی؟ امروز احساس میکنم خدا میخواد تو رو دعوت کنه که این 2016 رو با یک دید جدید، با یک فکر، با یک ذهن جدید وارد بشی. همین قسمت اولی که خوندم که گفته پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. مرسی عیسی جان، مرسی که خودت رو پنهان نکردی. اگه دوست داری خداوند ما به شناخت تو برسیم، خداوند باور میکنم تو صلیب تو خداوند یک رازی هست، یک سری هست خداوند. یه تو صلیب توست خداوند که اونجا آگاپه تو، محبت تو ریخته شده خداوند. روی صلیب توست خداوند که عظمت بزرگی محبتت ثابت میشه و باور میکنیم خداوند که اونجا خودت رو هر چقدر خدا بودی ریختی خودت رو. به خاطر ما غلام شدی خداوند. و مرگ رو برای ما چشیدی، به جای ما چشیدی. مرسی که تو الان اینجا هستی. و مرسی که قدرت توست اینجاست که به ما کمک کنی. مرسی که خداوند عیسی برای ما محکومیت نآوردی، بلکه فیضت امروز اینجاست. و میخوام یک دعای میکنم، خواهش میکنم دقت کنین. اگه واقعا کلیسای آلفا اومگا و مهمونای عزیز اگه اینجا هستین، خدا با قلب تو صحبت کرده، شاید از زندگی مسیحیتتون راضی نیستی، شاید یه جایی قرار گرفتی پیشرفت نمی کنی و می خواهید این مخصوصا 2016 رو با یک دید دیگه، با یک امید دیگه، با یک ایمانی دیگه شروع کنین. و امروز خدا با قلب تو صحبت کرده و میگه یا درست خدا، من می خواهم واقعا یا شریک تو باشم در همه قسمت ها خداوند، با تو متحد بشم در همه زمانهای زندگی خودم. اگه خدا با قلب تو صحبت کرده و میخوای این راه رو بری، این تصمیم توست و میخوای همینطور مثل پولس تمام چیزایی که در خودت از خار بشماری، بگی خداوند همه چی رو میخوام با کمک تو، واقعا میخوام همه چی رو بگذارم که نه چیزی بین من و تو وجود نداشته باشه، احتیاج به فیض تو دارم. اگه خدا با قلب تو صحبت کرده و میخوای این راه رو بری و میخوای نه فقط اسم خودت رو بذاری شاگرد، بلکه غلام مسیح، چون اون نمونه الگوی توست. اگه واقعا این راه رو میخوای بری، نه با احساس بلکه واقعا با آگاهی، میتونی الان بیستی، با ایستادگی میخوای نشون بدی خداوند واقعا زیر فیض تو میخوام بیام، فیض توست که منو از من یک غلام میسازه. بهش میتونی بگی من نمیتونم، فقط میخوام از این به بعد نمیخوام اسم من بگه شاگرد مسیح، بلکه
غلام مسیح. زمانی رسیده که خدا دنبال غلامهای خودشه، که همینطور که خدا بودن خودش رو کنار گذاشت و مثل ما انسان شد، هللویا هللویا خداوند، هللویا بیا روح القدس. این دعا رو الان برای خودم میکنم، هر کسی هم میخواد در این قسمت متحد بشه با آگاهی میتونیم آخر آمین بگیم. عیسی مسیح، جلوی تو، جلوی تخت فیض تو، جلوی تو ایستادم خداوند، با آگاهی میخوام بگم خداوند، هر چیزی که به من دادی خداوند، هر چیزی برای من سوده خداوند، از چیزهای مالی، از چیزهای روحانی خداوند، همه چی رو میخوام زیان بدونم خداوند، به خاطر تو خداوند که دوست دارم به معرفت تو برسم، به شناخت تو برسم خداوند. برای من میتونم بگم عیسی، هیچ چیزی مهمتری وجود نداره. میخوام مثل پولس بگم که خداوند میخوام تو رو بشناسم، با قوت قیامت تو و شراکت در رنجهای تو خداوند میخوام تو رو بشناسم خداوند. چیزی دیگه وجود نداره، این دنیا هیچ چیزی نداره به که به من بده خداوند، هیچ چیزی منو راضی دیگه نمی کنه خداوند. و میخوام با آگاهی به تو بگم خداوند و با موت تو مشابه گردم خداوند. و میدونم خداوند قدرت من نیست خداوند، حکمت من نیست، بلکه خداوند فقط فیض توست. و با ایمان میخوام این فیض رو امروز برای خودم و برای کلیسای خودت دریافت کنم خداوند. خداوند این قدرت رو الان دعا میکنم الان به تک تک ما ببخشی، و این قدرتی، این بیشتر محبت که پشتش قدرت توست، که در زمانایی که باید خودمون رو انکار کنیم، زمانایی که واقعا مثل رفتار ما مثل یه غلام مسیح باشه، نه غلام دنیا، غلام مسیح باشیم خداوند، بتونیم آمین بگیم خداوند. زمانی که در ته نفسمون میخوای خداوند جرایی کنی، اون موقع من بگم آمین. خداوند این دعا رو برای من میکنم، و تو این دعای عزیزان تو رو شنیدی خداوند. تو میدونی خداوند در خفا این دعایی که کردم، میخوام تو رو بشناسم. خداوند یک کلیسایی باشیم که به معرفت تو رسیدیم، به شناخت تو رسیدیم، و بتونیم این دنیایی که پر از ظلمت، فساد هست خداوند، پر از گم شدگان خداوند، بتونیم به تو آشنا کنیم خداوند. نه از در مورد تو صحبت کنیم، و که تو رو آشنا کنیم و همون موقع هم تبدیل شده باشیم خداوند. الان فیض تو رو دریافت میکنم برای خودم و همینطورم برای کلیسای خودت. دریافت کن با ایمان، بگو مرسی خداوند این فیض رو به من بخشیدی که این راه رو با تو برم، حتی راه مرگ رو با تو برم تا آخر. مرسی خداوند. مهمونای عزیزان، برای شما میخوام دعا کنم. شاید چیزایی گفته شده که هنوز نمیفهمین، مرگ مسیح
متحد بشیم. پدر اگه تو اینجا هستی و خدا شاید همینطور تو این کلام با قلب تو صحبت کرده، احساس میکنی واقعا تو سردرگمی زندگی میکنی، احساس میکنی هیچ نقشه‌ای تو زندگی تو کار نمیکنه، تو افسردگی زندگی میکنی، تو ترس نگرانی، میخوام برای تو دعا کنم. اگه تو اینجا هستی و میخوای با عیسی مسیح آشنا بشی، اون عیسی مسیح که روی صلیب اونجا خودش رو خالی کرد، داد، مرد به خاطر تو، اگه میخوای آشنا بشی دست تو همینطور بلند کن، دستت بلند کن، میگه عیسی مسیح من تو رو نمیشناسم، اعتراف میکنم که گناهکار هستم، بهش بلند بگو، اعتراف میکنم که گناهکار هستم و احتیاج به بخشش دارم، باور میکنم به تو که روی صلیب برای خودت نمردی، بلکه برای من گناهکار تو داوری شدی که منو نجات بدی، گناه بودن منو ببخش، گناهکار بودن منو ببخش، با خونت منو پاک کن، قلبم برای تو باز میکنم و بیا در قلب من ساکن باش، بیا طلوع کن در قلب من، بیا با نور خودت قلب من رو روشن کن، بهش بگو بیا از من یک فرزند خدا بساز، تو رو عنوان خداوند قبول میکنم، باور میکنم که منو دوست داری، باور میکنی که همینطور که هستم منو پذیرفتی، جلال رو به تو میدم در نام عیسی مسیح، آمین و آمین. تشکر میکنیم خدا، من دعای برکت میکنم برای این عزیزان که قلبش رو باز کردن، الان روح القدس بخشش تو رو اونجا هم اعلام میکنم خداوند، فهمی تو روح القدس تو طبق ایمانشون خداوند بیا در قلبش ساکن باش که امروز اینجا خداوند یا در شادی تو از اینجا برگردن خونه، در این با این خداوند حیات جاودانی برگردن خونه و بدونن که عیسی مسیح گناه من رو بخشیده. تشکر میکنیم و جلال رو به تو میدیم در نام عیسی مسیح، آمین و آمین. دست بزنیم برای اون.